سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم که با هم دیگه مروری داشته باشیم روی نحوه انتخاب واحد در دانشگاه ملی وین. فرض کنید که شما ترم اول هست که برای رشته خاص پذیرش گرفتید و وارد وین شدید و الان قصد دارید که از یو اس پیس برای خودتون انتخاب واحد کنید. خب ما اول وارد یو اس پیس شدیم و وقتی که وارد یو اس پیس میشیم معمولا با همچین صفحه‌ای روبرو خواهید شد که یه خلاصه ای از وضعیت تحصیل شما و تقویم تحصیلی شما رو اینجا بهتون نشون میده. مثلا شروع سمستر کی هست و تعطیلات سمستر کی هست و چیزای از این قبیل. خب ما اینجا هم معمولا رشتهتون رو می نویسه که مثلا حالا در این مورد دانشجویی که ما قصد داریم براش انتخاب واحد کنیم مستر متمتیک یا همون ریاضی هستش و دانشجو ترم اول هستنشون میشون. خب ما میریم تو قسمت استودیوم و توی قسمت پروفونس پاس و از اینجا کار انتخاب واحدمون رو میخوایم پیگیری کنیم. دو راه ما داریم، یعنی در واقع سه راه ما داریم، به جز سه راه داریم که میتونیم از طریق اونا پی ببریم که چه واحدهایی رو میتونیم انتخاب کنیم و یکی از راهاش که خیلی به نظر من از همه ساده تر همین راه پروفون پس هستش. دوتا راه دیگه چیه؟ یکی این که با استودینت سرویس سنتر تماس بگیریم یا همون SSC یا با SSS تماس بگیریم که اینجا این راه رو لینکش رو گذاشته و شما وقتی که روش کلیک کنید میاد وارد یه صفحه دیگه میشید که تو این صفحه باید اون قسمت مربوط به دانشکده خودتون رو پیدا کنید. مثلا حالا در این مورد ما نیاز داریم که استودینت سرویس سنتر ماتماتیک رو پیدا کنیم که محلش رو نوشته، شماره تلفن سکرتریاتش رو نوشته و سایت رو نوشته که سایتی که مربوط به رشته ریاضی هستش و توی این سایت اگه تشریف ببرید این سمت راست معمولا توی هر سایتی که تشریف ببرید ایمیل مربوط به اون SSC رو نوشته و شما میتونید با این ایمیل مکاتبه داشته باشید و واحدهای مربوطه رو ازشون سوال کنید که چطور میتونید انتخاب واحد کنید و اینا و راهنمایی بگیرید در واقع. خب پس این راه اول این که شما بتونید بفهمید چه واحدهایی رو باید بردارید اینه که شما با SSC در تماس باشید و اونا راهنماییتون کنن و مکاتبه کنید و واحدهایی که میخواید رو متوجه بشید. راه دوم اینه که شما بیاید کاریکیولوم رشتهتون رو نگاه کنید که اینم میبینید که اینجا لینکش رو گذاشته اوزیش آره کاریکیولا. خب کاریکیولوم همون داکیومنتی هست که استودیو پلن شما رو مینویسه توش. من میام مثلا اینجا حالا برفرض میخوایم برای همین مستر ماتماتیک دنبال کاریکیولومش بگردیم، میام از اینجا توی قسمت مستر کاریکیولومش رو دانلود میکنم و وقتی که دانلود میکنم یه داکیومنتی هست که شما میتونید بشینید بخونید و ببینید که تو کدوم واحدها رو به چه ترتیبی میشه گرفت و این هم یه راه هستش برای اینکه بفهمیم چه واحدی رو میتونیم برداریم. اما خب به نظر من ساده ترین راه اینه که شما بیاید به جایی که این کارا رو انجام بدید، البته من توصیه میکنم حتما برید این داکیومنت مربوط به کاریکولومتون رو بخونید که آگاهی داشته باشید نسبت به اینکه چه واحدهایی رو قرار تو رشتهتون بگذرونید در آینده و توصیه میکنم حتما یه مکاتبه با بخش SSC دانشگاهتون داشته باشید. ولی یه راه ساده تر هم خیلی بهتر و تمیزتر هم وجود داره، این که بیاین اینجا این گزینه رو بازش کنید و این در واقع پروفونگ پس شما هست، یعنی بهتون نشون میده که چه امتحاناتی رو شما تا الان پاس کردید و چه امتحاناتی رو هنوز پاس نکردید. خب من میام اینجا تو پروفونگ پس هم نگاه میکنم میبینم که ترم یک رو به من پیشنهاد داده که من باید این درس ها رو بگذرونم. چه درس هایی هستن؟ مثلا گروپ تئوری هستش برای رشته ریاضی، بعد تئوری جبر عددی هستش،
و جلوی هر کدوم هم نوشته چند واحده، مثلا این اولی 7 واحده، دومی 6 واحده، سومی کامبیناتوریکس مثلا 9 واحده و آریتمتیک مثلا 8 واحده که شامل مثلا سمینار جبر 1 و سمینار جبر 2 میشه. و میدونید که این بالا 3 تا آیکون وجود داره، یا آیکون یو فایند هست، یا آیکون مدل هست، و یا آیکون ایمیل شما هستش که ما برای انتخاب واحد با این یو فایند کار داریم. یعنی توی یو فایند ما میتونیم همه درس ها و کلاس هایی که کل دانشگاه ویان ارائه میکنه از همه رشته ها رو پیدا کنیم. خب من اگه طبق این بخوام انتخاب واحد کنم و برای مثال حدود مثلا حداقل 8 تا واحد بردارم، میام نگاه میکنم از همین اولی شروع میکنم، نوشته MALG گروپ تئوری فیلیشت ماجول هم هستش، یعنی ماجولی هستش که من باید حتما حتما بردارم تو قسمت کور ماجولز، ماجولی هست که فیلیشت ماجوله، یعنی باید حتما قبل از واحدهای دیگه من این واحدها رو بردارم، و واحدی هست که ضروری هستش برای اینکه شما بتونید مسترتون رو ابشلوز کنید، یعنی مسترتون رو بگیرید توی رشته ریاضی. و اینجا مستقیما توی قسمت فولزونگ روی یو فایندش کلیک میکنم و من سعی میکنم که یو فایندش رو توی صفحه دیگه باز کنم. این دو تا صفحه اضافی من میبندم و میبینم که اینجا به من نشون میده، یعنی میاد خودش توی یو فایند کدش رو سرچ میکنه و به من نشون میده که مثلا برای الان تابستون، ترم تابستون 2023 این 5 تا واحد مربوط به فولزونگش اینجا ارائه میشه و به زبان انگلیسی هم هست. من روش کلیک میکنم، وارد مورد میشم و به من گفته که چه روزایی هست. میتوخ هست، از یکم هستش، از 1 مارس شروع میشه، ساعت 11:30 تا 13:30 هست. جلسات آیندهش و کلش رو اینجا برای من نوشته، اینکه این درس اصلا در مورد چی هست، منابعش چی هستن، چه مباحثی رو کاور میکنه، امتحانش به چه صورت هست، مثلا هم اورال هم ریتنه و غیره و غیره. خب من اینجا روی این دکمه فور دیز الفا ان اون اب ملدن کلیک کنم، اتفاقی که میافته میتونم ثبت نام کنم. خب من روش کلیک میکنم، باید حتما توی یو اس بیس هم لاگین باشم. اینجا دوباره استودیوم هم انتخاب میکنم، ان ملدن رو میزنم و میبینید که برای این درس ثبت نام شدم. پس اولین درسم رو من اینطوری واحدم رو برداشتم. اینجا هم دوباره همون اطلاعات رو میزنه. خب بریم درس بعدی رو برداریم. اینا رو من میبندم. خب حالا این قسمت پی اسش هم من روی یو فایندش کلیک میکنم، چون این کلن 7 واحده، فولزونگش یعنی درس تئوریش 5 واحده و قسمت بعدیش که پی اسش هست بهتره که همزمان برش دارم و اینم 2 واحده، اینم همزمان برش میدارم. سعی کنید همیشه این درسایی که یه پکیج هستن رو، یه ماجول هستن رو با هم دیگه همزمان بردارید، چون وگرنه به غیر از این باشه به مشکل می‌خورید. وقتی نوشته کلش 7 استرس هست، حتما سعی کنید که 7 استرسش رو با هم بردارید. خب میرم اینم وارد این قسمت میشم، اطلاعاتش رو مشاهده میکنم و همون ان‌ملدن رو دوباره کلیک میکنم، استودیوم هم انتخاب میکنم، میگم که برای چی هستش و وایت رو کلیک میکنم و خودش بقیه مراحلش نشون میده. چون درسی هست که بعد گروه بندی بشید، خودش میذارتتون توی گروهی و خب
و چون درسی هستش که گروه بندی باید بشید و یه ظرفیتی داره و باید اولویت بندی بشن دانشجوها، اینکه چقدر مایلید که این درس رو حتما این ترم بردارید رو با مقدار پوینتی که میدید مشخص میکنید. مثلا ما میگیم 500 پوینت، یا بذارید کمترش کنم، حالا در این مورد 420 ملن میکنم. و این قسمت بعدی مربوط به این ماژول هم برداشت نمیشه. و یه نکته اینجا نمیشه سوتایلون ناخ ان ملفریست، یعنی که پخش شدنتون توی گروه ها بعد از اینکه ان ملفریست تمام شد انجام میشه. اگر هم پشیمون شدید که اینجا میتونید اب ملدن رو بزنید و این درس رو، این واحد رو حذفش کنید. و البته باید دقت داشته باشید که حذف کردن درس ها هم یه تاریخی داره، معمولا تا 31 مارس برای ترم تابستون شما میتونید حذف واحد انجام بدید. پس این هم از این واحد. من الان این 7 واحد رو که اینجا بودش مربوط به گروپ تئوری رو کلش رو برداشتم. میرم حالا به اینکه حداقل گفتیم 8 واحد میخواییم برای ترممون انتخاب کنیم، میریم این جبر عددی، تئوری جبر عددی رو هم که 6 واحد کلن برمیداریم. این هم میریم وارد یو فایلش میشیم و خب این مثلا متاسفانه برای 2023، سامر 2023 ارائه نشده، اینو نمیتونیم برش داریم. اینو پس ولش میکنیم فعلا، میذاریم برای ترم بعدی. میایم کامبیناتوریکس رو امتحان میکنیم ببینیم که آیا میشه مثلا فول زونگش رو برداشت یا نمیشه. بله این ارائه شده، میام فول زونگش رو انتخاب میکنم، دوباره انملدن رو میزنم، اطلاعاتش رو میتونید دوباره مطالعه کنید. و انملن رو کلیک میکنم. برای فول زونگ ثبت نام شدیم. برای بخش سمینارش هم بیایم ثبت نام رو انجام بدیم. این هم دوباره احتمالا همون قضیه پوینت دادن رو بعد برای قسمت سمینارش، چون ظرفیت محدود هست و گروه بندی هست، باید رعایت کنیم. مثلا میگیم که اینم 500، یا اینکه این چون کلش با هم دیگه میشه، مثلا اینو میزنیم 580 که کلش با هم دیگه بشه 1000 پوند. معمولا این درس های اینطوری رو بعدش بهتون اطلاع میدن که شما پذیرفته شدید که تو این ترم توشون شرکت کنید یا نه. بنابراین این انتخاب واحد ما حالا تا حدی که حدود حداقل 8 واحد رو پوشش بده برای این ترم انجام شد. یعنی ما اینجا اگه اینو من ببرنم دوباره خلاصه تر اینو یه نگاهی داشته باشیم، این بخش یک رو بخش یک رو 7 واحد اینجا برداشتیم، 9 واحد هم اینجا برداشتیم، میشه کلن 16 واحد. چون تعداد واحد ها کلن زیاد بود، کمتر از این نمیتونستیم برداریم متاسفانه. خب پس حالا بریم توی قسمت بریم توی قسمت استودیان بازیش دوباره و اینجا یک بار دیگه کلندر اونو اشتباه کردم توی قسمت استودیوم، یعنی این بالا روی استودیوم کلیک میکنیم. یک بار دیگه اگه کلندرتون رو بیاین برگردین نگاه کنین، یعنی تقویم تحصیلیتون رو نگاه کنین، میبینید که مثلا از میتوقی که میاد توی تاریخ 1 مارس
براتون زده که توی کدوم کلاس رو دارید و کجا برگزار میشه، استادش کیه، ساعت چند تا چنده، یا مثلا دونرستاک چه کلاسی دارید، کجا برگزار میشه و ساعت چند تا چنده، همینطور الی آخر تا آخر ترم برنامه‌تون رو خیلی تمیز و مرتب براتون نوشته. این پایین هم بهتون نشون داده که این دوتا 100% فول از اونگاه ثبت نام شده و برای سمینارش باید منتظر بمونید که دستبندی انجام بشه و اینجا وقتی که دستبندی انجام شد بهتون اطلاع میدن که آیا قطعا ثبت نام میشید یا نمیشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی در مورد انتخاب واحد داشتید لطف کنید که زیر همین ویدیو کامنت بذارید و از پیغام خصوصی توی تلگرام و غیره خودداری کنید، چون معمولا نمیشه پاسخ داده بشه، یعنی فرصت نمیشه پاسخ داده بشه.